دولت هند در چند سال اخیر به شیوه های مختلف به مقابله و مبارزه با مسلمانان این کشور پرداخته است. یکی از اصلی ترین اقدام های ضد اسلامی دولت هند اجرای پروژه تخریب مساجد اسلامی هند است که از چند سال پیش آغاز شده و همچنین ادامه دارد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مساجد در هند قربانی پروژه گسترده ای حزب بهاراتیا جاناتا برای بازنویسی تاریخ این کشور بر اساس ایدئولوژی هندو تووا شدند. بر همین اساس در چند روز اخیر یک مسجد 300 ساله توسط دولت نارند رامودی نخست وزیر هند در مزفرنگار ایالت اوتار پرادش به بهانه تحریز بزرگ راه ملی تخریب شد. رسانه های محلی اعلام کردند که چندین بار از ساکنان منطقه درخواست شده بود تا این مسجد را تخریب کنند اما با گذشت مهلت مقرر دولت دست به تخریب این مسجد زد گفته می شود دو بنای مذهبی دیگر که در این زمین دولتی ساخته شده نیز قرار است در همان مسیر بزرگ را تخریب شوند مسلمانان میگویند که این یک سناریوی جدید نیست و دولت هند مدت هاست به بحانه های مختلف دست به تخریب مساجد میزند. اگرچه ممکن است تخریب مسجد بابری یکی از تعیین کننده ترین لحظات در تاریخ هند معاصر باشد اما آنچه شاید کمتر به آن توجه می شود این است که تنها مسجد تخریب شده در هند مسجد بابری نیست و این اتفاق برای هزاران مسجد دیگر نیست به بحانه های مختلف افتاده است. مسجد جهارساد در منطقه گرگان، مسجد ملک آسین واقع در احمد آباد گجرات و مسجد خاجه واقع در آن را پرادش از جمله ده ها مسجدی هستند که به دست دولت هند در طی سالهای مختلف تخریب شدند. اما وقتی دادگاه عالی هند حق مسلمانان این کشور برای بازسازی مسجد بابری را زیر پا گذاشت و به نفع هندوها برای ساخت معبد در زمین مورد مناقشه آنها با مسلمانان رای داد، پیشبینی بینی می میشد که راه برای حدک حرمت مساجد در این کشور هموارتر شود. علی اکبری اخبار شیعه